تلاش های گروه شورشی قومی بودایی ارتش آراکان برای کنترل منطقه منجر به ادامه آوارگی، کشتار جمعی، جنایات و نقض حقوق بشر شده است. به گفته تحلیلگران اگر جامعه بین المللی نتواند به این موضوع رسیدگی کند مسلمانان روهینگیا با خطر از دست دادن میهن خود روبرو هستند. همکارم در گزارش خود به این موضوع پرداخته که با هم میبینیم. بر اساس گزارش های دریافتی به دنبال ادامه آوارگی اجباری ساکنان ایالت راخین تقریبا از 600 هزار مسلمان روهینگیا که در این منطقه زندگی می کنند تخمین ها حاکی از آن است که ده هزار نفر در هفته گذشته مجبور به پناه بردن به بنگلاده شدند مسلمانان روهینگیا گفتند که اگر جامعه بین المللی نتواند این مسئله را یک بار دیگر حل کند ما سرزمین خود را از دست خواهیم داد بحرانی ترین مسئله در میانمار مسئولیت جنایتکاران از مجازات است در حالی که ارتش میانمار از سال 1978 بدون هیچ گونه مجازات و عامل بازدارنده ای همچنان به جنایات خود ادامه میدهد و سازمان های بین المللی در رسیدگی به مسائلی که در جامعه روهینگیا با آن مواجه است بسیار منفعل و کم اثر بودند. بر اساس گزارش های دریافتی، پرونده های دادگاه های بین المللی در مورد جنایات صورت گرفته علیه مسلمانان روهینگیا در حال رسیدگی است، اما مدت زمانی که این پرونده ها باید به نتیجه برسد نامشخص است. یک گام مهم برای جامعه مسلمانان روهینگیا، مداخله سازمانهای بین المللی، تصویب قطنامه شورای امنیت سازمان ملل و تشکیل اعتلاف بین المللی برای کمک به مسلمانان روهینگیا خواهد بود. فعالان حقوق بشر هشدار دادند که اگر مداخله ای صورت نگیرد ممکن است خشونت های صورت گرفته در سه چهار ماه گذشته که بر اساس گزارش ها تعداد 2000 تا 2500 قربانی را به جای گذاشته افزایش یابد. فعالان حقوق بشر همچنین معتقدند در چنین شرایطی نیمی از مسلمانان باقی مانده روهینگیا که بالغ بر 300 هزار نفر می شوند مجبور به فرار به بنگلادش خواهند شد. از نوامبر گذشته ارتش میانمار و ارتش آراکان که یک گروه شبه نظامی بودایی است از مناطقی که مسلمانان روهینگیا ساکن هستند به عنوان مناطق درگیری استفاده کردند. تلاش های ارتش آراکان برای کنترل کل منطقه منجر به ادامه آوارگی، کشتار جمعی، جنایات و نقض حقوق بشر شده و مسلمانان روهینگیا را از دسترسی به خدماتی مانند کمک های بشر دوستانه و مراقبت های بهداشتی محروم کرده است. در سال 2017 هم ارتش میانمار 400 روستای متعلق به مسلمانان روهینگیا را سوزاند و صدها زن را مورد تجاوز جنسی قرار داد و حتی نوزادان را هم سوزاند و کشت فعالان حقوق بشر معتقدند که نه ارتش میانمار و نه ارتش آراکان هیچ قصدی برای بهبود شرایط مردم نشان نمیدهند لذا مداخله بین المللی تنها امید جامعه روهینگیا می باشد در این راستا بنگلادش جایی که آوارگان روهینگیا به دلیل حملات ارتش میانمار درخواست پناهندگی کرده اند باید جامعه بین المللی را متقاعد کند که روند بازگشت مسلمانان روهینگیا به وطنشان با مدیریت صحیح صورت بگیرد و اگر بنگلادش نتواند به این هدف دست یابد مسلمانان روهینگیا مجبور خواهند شد تا آن زمان که اوضاع تغییر کند در بنگلادش بمانند همچنین 600 هزار مسلمان روهینگیایی ساکن میانمار در شرایط پیچیده ای هستند و حدود 130 هزار نفر از آنان در کمپ زندگی می کنند که به عنوان بازداشتگاه های محصور شده با سیم خاردار و مجهز به برج های نظارتی هستند. روهینگیایی های باقی مانده در شرایطی شبیه زندان های روباز با بدتر شدن وضعیت به ویژه در مناطق تحت کنترل ارتش آراکان برای زنده ماندن تلاش می کنند.